أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام میم این کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و تردیدی در آن نیست. آنان میگویند محمد آن را به دروغ به خدا بسته است، اما این سخن حقی است از سوی پروردگارت تا گروهی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است، شاید پند گیرند و هدایت شوند. خداوند کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو است در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت. هیچ سرپرست و شفاعت کننده ای برای شما جز او نیست، آیا متذکر نمی شوید؟ امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند، سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما می شمرید به سوی او بالا می رود و دنیا پایان می یابد. او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است و شکست ناپذیر و مهربان است. همان کسی است که هرچه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بی‌قدر آفرید، سپس اندام او را موزون ساخت و از روح خیش در وی دمید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، اما کمتر شکر نعمتهای او را به جا می آورید. آنها گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟ ولی آنان لقای پروردگارشان را انکار می کنند. بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را می گیرد، سپس شما را به سوی پروردگارتان باز می گردانند. و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده می گویند پروردگارا آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم، ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم، ما به قیامت یقین داریم، و اگر می خواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را می دادیم، ولی سخن و وعده ام حق است که دوزخ را از افراد بی ایمان و گناهکار از جن و انس همگی پر کنم و آنها می گویم بچشید عذاب جهنم را. به خاطر اینکه دیدار امروزتان را فراموش کردید ما نیز شما را فراموش کردیم، و بچشید عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام می دادید. تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنان یادآوری شود به سجده می افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و تکبر نمی کنند. پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود و به پا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهایی است که انجام می دادند. آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز این دو برابر نیستند. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند باغهای بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود. این وسیله پذیرایی خداوند از آنهاست
به پاداش آنچه انجام می دادند. و اما کسانی که فاسق شدند و از اطاعت خدا سرباز زدند، جایگاه همیشگی آنها آتش است. هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن باز می گردانند و به آنان گفته می شود بچشید عذاب آتشی را که انکار می کردید. به آنان از عذاب نزدیک، عذاب این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت می چشانیم شاید بازگردند. چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او یادآوری شده و او از آن اعراض کرده است؟ مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و شک نداشته باش که او آیات الهی را دریافت داشت و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند. و ته پروردگار تو میان آنان روز قیامت در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که نسلهای زیادی را که پیش از آنان زندگی داشتند هلاک کردیم؟ اینها در مساکن ویران شده آنان راه می روند. در این آیاتی است از قدرت خداوند و مجازات دردناک مجرمان. آیا نمی شنوند؟ آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمینهای خشک می رانیم و به وسیله آن زراعتهایی می رویانیم که هم چهار پایانشان از آن می خورند و هم خودشان تغذیه می کنند؟ آیا نمی بینند؟ آنان می گویند اگر راست می گویید این پیروزی شما کی خواهد بود؟ او روز پیروزی ایمان آوردن سودی به حال کافران نخواهد داشت و به آنها هیچ مهلت داده نمی شود. حال که چنین است از آنها روی بگردان و منتظر باش، آنها نیز منتظرند. تو منتظر رحمت خدا و آنها هم منتظر عذابه.